خواسته ها رو نمیشه گرفت، موسیقی جایگاه خودشو داره پیدا میکنه. این دیوار تحریم 70-80 سال پیشو که اشاره کردین، استاد شجریان وقتی برمیگرده به گذشته نگاه میکنه، میبینید چه کسانی در شکستن این دیوار نقش اساسی داشتن؟ مذهب شکستنش، از بردنش. هنرمندان در همیشه در گوشه و کنار در خفا نظر خودشون رو بیان می‌کردن، هنر خودشون رو ارائه می‌کردن، در جمعیت‌ها، در جمعیت‌های کم، در خانواده‌ها بوده و نگهش داشتن. ولی در جامعه نمی‌شدن زیاد خودش رو علنی بکنه. مردم مخصوصا در روستاها، ما وامدار روستاییامون هستیم که این موسیقی رو حفظ کردن تا بعد اومد ریز 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 به صورت دستگاه‌ها و ردیف‌ها در اومد و رفت در دربارها و دربارها نگهش داشتن و اونجا حفظ شد. حالا ریزه از اون موسیقی که همینطور رفته و چه در روستا و چه در دربار، حال باز دوباره اومده در شهر، داره به شکل‌های مختلف خودش نشون میده. و اون دیوار اشاره کردین 70-80 سال پیش مذهب بود که به وجود آورده بود. دیوار تا 70-80 سال پیش مذهب بود، یعنی از زمان رضا شاه به این طرف که یه مقدار اون نقش مذهب رو کم کرد، موسیقی بیشتر تونست خودش رو نشون بده. یعنی از قبل از اون شروع شده بود، همینطور اومد، یعنی از عارف شیدا و از قبلش هم شروع شد، ریز اومد جلو. و کسانی مثل قمر هم نقش داشتن. قمر نقش داشت، همه اینا نقش داشتن. همه اساتید به هر نقش داشتن اینکه موسیقی بمونه، ولی در جامعه رشد کردنش دیگه این سالهای آخر، خیلی این طبعا میشه گفت 50-60 ساله اخیر، خیلی رادیو تلویزیون نقش مهمی داشت، چون فراگیر شد دیگه. وقتی رادیو اومد، موسیقی از رادیو رفت، دیگه رفت همه خونه ها. استاد بنان معتقد بود که ما باید یک مقدار تصنیف سازی رو، تصنیف خونی رو بیشتر کنیم. این نظر تا چند برای گریز از این موضوع درسته؟ برای که قدیم ها بیشتر آواز میخوندن و کسر داشتن از که تصنیف بخونن. مثلا خواننده های آواز تصنیف خونه رو قبول نمی کنیم، تصنیف خونه قبول نداشتن. ولی بعد ریزه ریزه تصنیف خونی جای خودش بیشتر پیدا کرد. تنها تصنیفی که میخوندن غزل بود که به ریتم در می آوردن، ولی بعدها اومد آهنگسازی شد که اصلا در قالب غزل نبود و روش کلام گذاشته شد. عارف و شیدا اینا این کاری کردن که غزل نبود ولی آهنگسازی کردن، شعر و آهنگ رو با هم سرودن و اینا ارائه کردن. و بعد از اون همینطور اومد تا آهنگسازهای بزرگی که اومدن از حسین یعقی و از تجویدی و بعد همین آهنگسازهایی که مختلف که ما دیدن و تجویدی و اینها و آهنگسازهایی که بعدشون اومدن و هنوز همچنان هستن. بله این حرف درسته، برای که اون موقع همش آواز بود. بنان حرفش درست بود که تصیف سازی هم، تصیف هم خونده بشه، چون خودش تخصص داشت در تصیف خوندن، خیلی هم خوب بخوند تصیف رو. اما بعدها یه اواخر ما دیدیم که به علت توجه زیادی که مردم به تصیف دارن، تمام شرکت هایی که سی دی و نوار تولید میکنن همش به دنبال این تصنیف هن که فقط تصیف باشه. خب ما اگرم باز گفت افراط و تفریط نباس باشه که همش تصیف خونه باشه، بعد آواز بره و غزل ما دیگه مفاهیمش از دست میده. اینی که 50-50 آواز و تصنیف، این که من هر دو رو در کار کنسرت ها و در کار برنامه‌ای که تهیه می‌کنم همیشه دارم که آواز و تصنیف هر دو جایگاه خودشون رو دارن. وقتی رو صحنه هستید و اون طرف تاریک هست، مردم رو شما چطور می‌بینید؟ کی هستن؟ صحبت مردم شد، شجریان هنرمندی در میون مردم، از مردم، با مردم، کی هستن مردم برای شما؟ خیلی مردم برای من میشه گفت که جالبه، این که حضورشون وقتی که هست اونجا منو وادار میکنه که مثلا حال دیگه داشته باشم. من هرگز تو استودیو مثل رو صحنه نمیتونم آواز بخونم، چون تو استودیو برای در دیوار سخت آواز خونده، مگر اینکه خب خودم آماده بکنم، میدونم اینو دارم برای مردم میخونم که بعدن گوش میکنن. اما وقتی رو صحنه هستم این ارتباط مستقیم با مردم هست. و همیشه هم گفتم اون کسانی که نور تنظیم میکنن، گفتم که سالن رو تاریک تاریک نکنین، من یه مقدار حس کنم آدم اونجا نشستن، آدم ها رو حس کنم.
اما نیاز نیست که کاملا آدم ها رو بشناسم، فقط حس کنم که این آدم ها اونجا نشستن و دارن گوش میکنن به کار من و من یه ارتباط دیگه ای دارم، از مردم نیرو میگیرم و پس میدم بهشون. و مردم در سطح یک کشور ایران چطور هستن برای شما؟ همشون برای من عزیزن، همشون تخم چشم من هم بوسشون دارم، همشون میدستن. استاد بزرگ جناب شجری، سپاسگزار هستیم من و بینندگان ما که وقتتون رو به ما دادید. تشکر. آرزوی تندرستی همیشگی برای شما و برخورداری همه ما از هنرش. سپاس از شما که این موقعیت رو به من ایجاد کردید. تشکر. بینندگان عزیز، با استاد محمد رضا شجریان، با آرزوی دیدار دیگر در فرصتی دیگر به پایان برنامه میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پوچال، سند و سبلان و الوند و آسماری و تابشان بر فلات ایران زد. روزگارتان شاد. تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خوربان را هنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این تو زمین بگذار تا از بسم تو